دوستان گرامی با درود بر شما من بزرگ وزیری هستم امروز 17 ماه اپریل 2020 است برابر با 29 همه فروردین ماه شعری از خودم برایتون میخونم به نام اینقدر هست که از دوست نشانی داری من یک توضیحی در اینجا بدم دو بیت هست که اشاره شده به حافظ و فردوسی البته کل قزل در واقع بیشتر اشاره چند غزل حافظ داره ولی مشخصا در یکی از اونها در بیت آخر وقتی که اشاره میکنه که میگه گفت حافظ که ملول است از این بیعملی در عمل کوش گر از علم نشانی داری اشاره به اون شعر معروف حافظ هست که میگه نه من زبی عملی ببخشید میگه که نه من زبی عملی در جهان ملولم و بس ملالت علما هم ز علم بیعمل عمل است و یکی دیگه اشاره هست به این که میگه که اشاره در شعر من در اینجا هستش که میگه که زندگی در همه جا عرصه جنگ است ولی دلقوی دار که چون گیو سنانی داری این اشاره است به داستانی که درباره فردوسی گفته شده البته از نظر تاریخی به نظر نمیرسه که درست باشه و اون هست که زمانی که فردوسی بر حال از توس به غزنین میاد در نزدیکی باقی به جای میرسه که در واقع انصوری از و فرخی نشسته بودند و اینها شاعران درباری بودند و برحال حال داشتند و فردوسی که از راه دور اومده بوده و لباس تقریبا مندرسی هم داشته اونها میگن که این مجلس ما رو به هم میریزه و بعد بهش میگن که ما گروهی از شاعران هستیم و ما مجلسمون مناسب تو نیست فردوسی میگه که خب بگذارید که شاید من هم تبی داشته باشم و بعد انصری میگه مانند قدت صرف نباشد به چمن و از میگه که چون آرزتو تو ماه نباشد روشن و فرخی میگه که مجگانت گذر کند همی از جوشن و فردوسی میگه مانند سنان گیو در جنگ پشن که بعد اونها بسیار کنجکاو میشن و درباره اون پرسش میکنن با اینکه این به هر داستان جالبی هست ولی از نظر تاریخی به نظر نمیرسه که واقعیت داشته باشه به هر این شعر رو با هم میشنویم امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید این شعر در همین چند روزه سروده شده گر در اندیشه خود وهم و گمانی داری قدر این عمر بدان چون که زمانی داری ره به مقصود نبردی اگر این لاله فسرد اینقدر هست که از دوست نشانی داری مرز مردانگی و مهر بگستر امروز گر شعارش به کف خیش کمانی داری گوی پیشی بری از جمله دولتخواهان خواهان گر که خود ماه مهر نشانی داری به تفنن چون نشینی به کنار جویی اینقدر دان که چه شادان جهانی داری بوسه از قنچه لبان باز ستاندی خوش باش که در این عرصه گیتی تو جنانی داری دلبر مافش و بستر رنگین بهار قدر میدان که چنینی و چنانی داری گشت ارشاد گر از اشرت تو بی خبر است نیک میدان که بهشتی به نهانی داری زندگی در همه جا عرصه جنگ است ولی دلقوی قوی دار که چون گیو سنانی داری گفت حافظ که ملول است از این بیعملی در عمل کوش گر از علم نشانی داری یک اشاره دیگری هم بکنم من فراموش کردم در آغاز این رو بگم این بیت مرز مردانگی و مهر بگستر امروز گرچه آرش به کف خیش گمانی داری ببخشید به کف خیش کمانی داری این اشاره است به داستان آرش کمانگیر این داستان اگرچه در شاهنامه نیمده ولی در اوستا آمده و حکایت از اون میکنه که در زمان منوچهر ایرانیان با تورانیان جنگی میکنند و ایرانیان شکست میخورند و اونها برای تحقیر ایرانیان تعیین میکنند که یک تیری رو باید بندازین و این تیر رو در واقع هر جا که بیاد اون مرز رو تعیین میکنه با توجه به اینکه تیر به حال بیشتر از 100 متر یا 50 متر یا 200 متر حد نمیرفته، اینها میخواستند که ایرانیان رو مورد تحقیر قرار بدن و بعد برابر این روایت که البته معروف شدن اون در بین ایرانیان در زمان معاصر بیشتر به خاطر شعر بلند و زیبایی است که سیاوش کسرایی گفته به همین نام آرش کمانگیر و آرش در اونجا بر بالای کوه میره و اون تیری رو میندازه و در واقع بنابر داستانها و استوره ها جان خودش رو در تیر میکنه و اون تیر در واقع اونقدر پرواز میکنه که در واقع سه روز دیگر به فاصله ای که اسبها میتازند اون رو در آن سوی جیهون میابند که بر تنه درختی نشسته این توضیح رو من باید, میخواست باید اول میگفتم که فراموش کردم در هر حال امیدوارم که از این شعر خوشتون اومده باشه خدا نگهدارتون